درود به شما همی هنان عزیز دوستان همیشگی سپاس گذاریم که با یه برنامه دیگه با ما همراه هستین همین اول برنامه بهتون بگم که آقا اومدن یه نقل تاریخی 300 ساله رو تو اردستان آتیش زدن بامداد با یک شنبه کم مرداد 1402 اشرار وابسته به فرقه تروریستی جمهوری اسلامی اومدن نخل ازاداری محل کوشک اردستان که قدمتش 300 سال بوده رو با آتیش زدن و این نخل تاریخی به طور کامل نابود شده سرکرده نیروی افتضاحی اردستان بعد از اینکه مزدوراش این نخل تاریخی رو با آتش کشیدن مدعی شده که عاملان حریق عمدی نخل رو با قدمت 300 ساله در محل کوشک اردستان در کمتر از 500 شناسه و بازداشت کردن بعد اون وقت سر بعد اون وقت سرکرده نیروی افتضاحی اردستان گفته ما ت... تو کمتر از پنج ساعت شناسایشون کردیم و عاملان این حریق و بازداشتشون کردیم بله ما واقعا میدونستی میدونیم که این اقدامات پلید رو دقیقا چه جونه برای دارن انجام میدن برای که ایران بمونه من ازتون خواهش میکنم برای اینکه باورمندان مذهبشون رو بتونن حفظ کنن و همچنین از ارزش های اجتماعی و انسانیتون بتونین پاسداری کنین فقط تنها راهش نه که این جمهوری اسلامی سرنگون بشه اگر فکر میکنین غیر از اینه کاملا در اشتباه هستین ویدیو میخوایم براتون پخش کنیم برای تولد یک پهلوان جاوید نام یک سربدار زنده یاد نوید افکاری این تصویر سازی با استفاده از من از هر انسان آزاده و حق با هر عقیده و که هستن میخوام صدای منو و بشه این ویدیو رو ببینین این ویدیو از مزاحمت یکی از مزدورای جمهوری اسلام برای یکی از بانوان هست که به بهانه حجاب اجباری متاسفانه داریم بانو رو آزار میده و بهش میگه که تو توهین کردی به امام حسین ام، اینو نگاه کنین حالا برگردیم پلیس فحاشی کردی به ضابط قضایی فحاشی کردی آه. همه اینها در مستند من چرا رگ گردنم پای انقریدم وایس همینو یادت باشه. باشه. باشه من یه زنم تو ابدام وای نیستم از تو از جلوی نوکه به مامو سین جرات شدی حرمت شکنی که از امن از ببین چه موزون دارانی که از شما میتونم بیا آقا بیا بیا اینجا نکن نکن بگو باشه همین خواهش میکنم بگو باشه این حرف شما شما یکی رو نه. نه من اصلا قرار نیست شما رو هدایت برد. کنم برد. نه 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 تو مجرمی من با مجرم, مجرم صحبت ندارم از چه قانونی مجرم چه ماده 638 قانون انسان بالغم خودم تصمیم میگیرم چه غلطی بکنم غیر از کشف حجاب تو تشویش از اون نمی میکنی این دومین مورد این سومین مجرمی این سومین مجرمی شرار فرقه تروریستی کسافت جنایتکار جمهوری اسلامی در خیابان مزاحم یک زن شدن بعد تصاویرش رو تو شبکه های اجتماعی منتشر کردن بعد یه روز بعد همون زن بیچاره رو مقابل دوربین نشوندن و وادارش کردن به اعتراف اجباری بر علیه خودش البته همیشه اینطور اجبارها اینطور اعترافات اجباری در مقابل دوربین با انواع تهدیدهای اعضای خانواده و شکنجه و تجاوز و ضرب و شتم و سناریوی نخنمایی است که دیگه مردم باش آشنا هستن ولی شما ببینید مردم به چه روزی میرسونن به چه بدبختی به چه فلاکتی میندازن اون وقت خودشون کسافت های لواتکار بیشرف کسی جرعت نداره بهشون حرف بزنه هر کاری میکنن همچنان کسافتن و هیچکس نمیتونه باشون کاری کنه خاطر نداشتن روسری و کشف هجاب یه شخصی اومد به من تذکر داد هیچ قصد و قرضی نداشتم و هیچ بیحرمتی هیچ وقت من به از آن عمومی و مقدسات نکردم اگر هم حرفی بوده فقط از روی عصبانیت بوده از اینکه قانون شکنی کردم هنجا شکنی کردم واقعا اصخاهی میکنم حرف هایی که زده شده همش از روی عصبانیت بوده وگرنه عقیده من این نیست من خودم شیعه هستم و احترام قائلم برای دینی که دارم. یه چیزی بهتون بگم مطمئنا ما الان جوانان باهوش و خوش فکر و خوشیده خیلی زیاد تو ایران داریم. خب حالا اومدن یه کانسپتی از طریق هوش مصنوعی و فتوشاپ اومدن تهیه کردن برای مکانهای باستانی تو یست و گفتن که با توجه به نظر کارشناسی باستانشناسان و متخصصان بافتای تاریخی یک همچین طرحهایی ما داریم که هم زیبا هست و هم آثار و معماری تاریخی و بناهای تاریخی باشکوه ایرانی رو هم حفظ میشه فراموش نکنین اینو تو ذهنتون بسپارین برای آبادانی و باسازی ایران تمام برنامه ها و ایده های خودتون رو آماده کنین سرنگونی این رژیم خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرش میکنین انجام میشه و ما کلی کار داریم برای آبادانی ایران عزیزمون پدر سوخته های بی شرف میایین میگین اسرائیل داره خونای فلسطینیا رو خراب میکنه اسرائیلیا دارن فلسطینیا رو میکشن اونا که حداقل از یه کشور دیگه به کشور دیگه دارین به قول خودتون حالا دارن اونا رو میکشن شما که به مردم کشور خودتونم رحم نمیکنین اونم تو ماه محرم مگه نمیگین ماه محرم ماه هست که نباید خونریزی بشه نباید جنگ بشه نباید کسی رو آزار داد حال وش گفته بامداد سیوم تیرماه ماه 1402 ماموران شهرداری با همراهی نیروی نظامی خونه یک بی بزن رو که چند فرزند یتیم تو محله آباد چابهار چوب... داره تخریب کردن به گفته یکی از شاهدان عین حدود سی تا نیروی نظام با معمور شهرداری به خونه این بیوه ریختن و خونش رو تخریب کردن البته من اینو بهتون بگم که پیش از این هم خونه های شهروندان کپرنشین بلوچ در مناطق مرادآباد و میراباد و چابهار از طرف اون ارگان های جنایتگار مسبوقه به سابقه هست اما واقعا شما نگاه کنین اینا کی هستن چی کار دارین میکنین با مردم حتما دیگه همه تون میدونی یعنی این چی بهش بگم این جنجال و این کسافتی که تو جمهوری اسلامی هست دیگه این جمهوری اسلامی خودش لجنزاره حالا رضا سقتی دیگه مستاق بارزی از این لجنزار هست به قول شاعر میگه تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی روز چهارشنبه 28 تیر ماه ویدیو از رضا سقتی مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تو شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد که خبر از رابطه جنسیش با نوجوان بوده تو این ویدیو که زیست افیفانه مدیران سوپر انقلابی و جهادی جمهوری اسلام به تصویر کشیده شده وی در حال گسترش انقلاب و عمل به معروف هستن اصطلاحاً به این عمل شنیع که در بین آخوندا و بسیجیا و دیگر عمال حکومتی رواج داره لبات یا هم جنس بازی میگن سقتی که از پیروان خامنه و سعید توسی هست داره همسر و سه دخترم هست این کسافت افزون بر مدیریت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میلان مؤسسه کارگاه حجاب و عفاف و عضو انجمن برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی رژیم اسلامی هم هست که متاسفانه این هرزه کسافت با این کاری که کرده جز اولین مدیران جمهوری اسلامی نیست که فساد جنسیش افشا میشه آخرش هم نیست و من بهتون بگم که تو پایگاه های بسیج و سپا و کل اردوگاه های راهیان گور خیلی این این کارا رواج داره بله اصلا جمهوری اسلامی خودش میدونه داره چه غلطی میکنه فیلم کسافت کاریش هم که پخش شده و دیگه خلاصه که ببینین دیگه این فاحشه یه هرزه آدم نمیدونه چی در موردش بگه یعنی حیف حرف که بخوام در مورد این کسافت ها بزنیم خب دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم حتما ویدیوهای ما رو برای دیگر دوستان رو تونم بفرستین چون هدف ما اطلاع رسانی هدف ما آگاه کردن ایرانیان هست وظیفه کسی که رسانه داره اینه که اول انقلاب رو در درون مرد مغز مردم رخ بده انجام بده با آگاهی هایی که میرسونه ما در کمال صداقت اطلاع رسانی میکنیم هیچ طرفیتی به هیچ سمتی نداریم کاملا بیطرف داریم صحبت میکنیم آنچه که در ایران اتفاق میافته رو بدون هیچ کم و کاستی داریم برای شما گزارش میدیم عینا همون اتفاقی که داره میافته خوب باشه برای شما میگیم بدم باشه براتون میگیم حتما ویدیوها رو برای دیگر دوستانتون شیر کنیم و حتما لایک و کامنت هم بذارین دوستتون دارم بدرود به خط کشیدن رو پر پرواز رویا ایام همه خورم و ایام شما